سلام، شبتون بخیر. به گفتگوی ویژه خبری خوش آمدید. اخیراً حمله سایبری زیرساخت‌های مخابراتی کشور رو هدف قرار داد و اگرچه با توجه به سپر دشوا و راه اندازی بخشی از شبکه ملی اطلاعات این حمله ناکام بود، اما کارشناسان معتقدند با توجه به افزایش ضریب نفوذ اینترنت در همه ابعاد زندگی ما از جمله اقتصاد، امنیت و حتی آموزش، باید از این به بعد آمادگی بیشتری برای مقابله با این حملات داشته باشیم. ما امشب قصد داریم ببینیم اصلا این حمله که انجام شده چه ابعادی داشته و اگر قرار از این ناحیه کشور دوچار تهدید بشه چه برنامه‌هایی برای مقابله با این حملات سایبری دیده شده. امشب میزبان آقای جلالی هستیم، رئیس سازمان پدافند غیر عامل. سلام، شبتون بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان خوب این برنامه. آقای جلالی، اول از همین حمله اخیر شروع کنیم. چی بوده دقیقاً ماجرا، چه ابعادی داشته؟ این حمله با توجه به شرایط خاصی که در واقع تو کشور و تو دنیا وجود داره، یک حمله دیداس بوده که در واقع حمله منع سرویس است، یعنی نوعی اقدام میشه که خدمات و سرویس به لحاظ فشردگی و تراکم حجم ترافیک قفل میشه و کار انجام نمیشه. شکلش هم اینجوری هستش که یه تعداد زیادی در واقع بات سراسر مختلف سراسر کشور یا حتی داخل و خارج از کشور تعریف میشه که مهاجمین روش کار میکنن و بعد میتونن خیلی از ابزارهای سایبری رو من جمله کامپیوترها و بقیه تجهیزات هم به صورت زامبی در اختیار بگیرن، یعنی از اونها استفاده کنن و از اونها به دیگران حمله کنن و در واقع اینا رو همزمان فراخوان بکنن به یه نقطه که نقطه زیرساخت‌ها است، چون همه به شدت میان ترافیک بسته میشه و در واقع امکان رفت و برگشت داده درش متوقف میشه که به این میگن دیداس یا در واقع حمله منع سرویس که خدمات متوقف میشه میفته. بله. شبیه اینه که مثلا توی شرایطی همه مردم بیان توی اتوبان، همه اتوبان بسته میشه تا بخوای اتوبان باز بکنی شاید چند ساعت وقت ببره و زمان ببره. یعنی به عبارتی یه نوع سیل یا یه تأخیر ایجاد میشه. بله، یه منع توقف سرویس، یعنی ترافیک بسته میشه، مسیرهای پهنای باند بسته میشه و هیچ وسیله ای حرکت نمیکنه، هیچ دیتایی نمیتونه بره، هیچ دیتایی نمیتونه بیاد و در واقع همه سیستما اونجا با هم قفل میکنن و متوقف میشن. عرض به حضورتون، منشأ حمله مشخص شده کجا بوده؟ برای یکی از چیزایی که تو فضای سایبری امروز خیلی سخته پیدا کردن منشأ، علتش هم اینه که روش‌های مختلفی هکرها استفاده میکنن که میتونن کامپیوترهای دیگران رو بدون اینکه صاحب کامپیوتر هم بدونه ازش استفاده کنن و این اصطلاحش میگن در واقع زامبی سازی و به وسیله اون کامپیوتر به جای دیگه حمله کنن. مثلا فرض کنید شما مسیریابی میکنید، یه مسیری میاد توی کشور همسایه، دستور اون کشور همسایه هیچ نوع در واقع تخصصی با ما نداره، ولی کامپیوتراش به علت ضعف امنیتی تونستن هکرها برن توش در اختیار بگیرن و از اون کامپیوترها به سمت کامپیوتر ما حمله بشه. بنابراین پیدا کردنش یه اندازه سخت هستش و از زمان بر که دوستای ما تو شرکت زیرساخت دارن این کار رو انجام میدن هنوز جنبندی نهایی نکردن. آسیبی رسونده؟ آسیبش بیشتر سمت منع سرویسه، یعنی خدمات یه اندازه کاهش پیدا میکنه، یه اندازه ممکنه که قطع اینترنت اتفاق بیفته یا یه جایی سرعت کم بشه که یه همچه اتفاقی افتاده تو بعضی از قسمت ها. بعد عرض به حضورتون که تو مقدمه هم گفتم کارشناسا میگن که من بعد و با تجربه که فکر کنم داره تکرار هم میشه، این حملات تعدادش داره افزایش پیدا میکنه یا آمارش داره افزایش پیدا میکنه، میگن خیلی ممکنه ابعاد مختلف این حملات سایبری پیدا کنه. آیا این گزینه صحیحه؟ ببینید، ترکیب فناوری سایبری با همه حوزه ها یه قابلیت های جدیدی به وجود آورده. این قابلیت ها میشه برای توقفش یا حمله به اونها رو بمونن ابزار مختلف هست. مثلا هم جنگ سایبری ما که در حوزه زیرساخت هسته‌ای و نتنز ما داشتیم، شاید در نوع خودش اون روز جدیدترین نوع بود که استفاده از یه ویروس برای حمله به یک سیستم کنترل صنعتی، بعد مختل کردن و ارسال فرامین غلط و بعدا مثلا کلاپس سیستم یا شکستن و انفجار سیستم انجام شد. حمله دیداس یه نوع حمله دیگه است، یه مدل دیگه از حمله است که در واقع شبکه رو کلا مختل میکنه و میخوابونه. الان انواع اقسام از حملات به وجود اومده، ما الان حدوداً 6 نوع
جنگ سایبری فقط داریم، یعنی به دلیل گسترش حوزه به وجود اومده و این تنوعش هم روز به روز داره بیشتر میشه. چند تا از این شش مدل علیه ما به کار گرفته شده؟ چند تاش استفاده شده دیگه. ببین مثلا یکیش ما میگیم عملیات سایبر فیزیکی، یعنی یه بخشش سایبری یه بخشش فیزیکی که تو ترکیب این دو تا با هم میتونه شکل بگیره و علیه کشور استفاده بشه. یعنی مثلا فرض کنید که شما یه بخشی که صرفاً سایبری باشه، یه بخشی که عملیات فیزیکی باشه، میتونه امنیتی نظامی یا بخش دیگر باشه، اینا رو با هم تلفیق کنه داشته باشه. قبل از اینکه بگید یا عملیات ترکیبی داریم که انواع و اقسام اینا رو میتونن با هم ترکیب کنن، یعنی حوزه‌های مختلف سایبری، فیزیکی، امنیتی، اقتصادی و حتی شبکه اجتماعی هم توش تلفیق بشه و یک نوع حمله جدیدی رو شکل بده و تعریف کنه. امسال سال 2019 برای اولین بار ادبیات جنگ شبکه اجتماعی خلق شد، یعنی اقدامی که مبتنی بر جنگی که مبتنی بشه بر شبکه اجتماعی. خیلی از اساتید توی زمینه هم کتاب‌ها و مقالات خیلی علمی و دقیقی نوشتن که شاید مثلا ما در حوادث اخیر کشورمون هم نمونه‌ای از این جنگ رو داشتیم که در واقع بستر میشه شبکه اجتماعی، ابزار میشن مردم و در واقع از تسلط اشراف بر این بستر میتونن بهش استفاده کنن و اقدام کنن. چرا داره تعدد این حملات ما شاهدش هستیم، چرا داره افزایش پیدا میکنه، چرا از تمرکز شده روی این نقطه؟ خب چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که یعنی ویژگی های فضای سایبر و عملیات سایبری، یکیش اینه که گمنامه، پیدا کردن منشأش سخت. مثلا حتی کشورهای دیگه که ما رو و دیگران رو متهم میکنن قابل اثبات نیست. در واقع صعوبت اثبات منشأ تهدید جزء ویژگی های فضای سایبر است. دوم این که بسیار ارزون و کم هزینه است، یعنی به جایی که مثلا یه هواپیمای بلند شد اون برای دنیا بل یه جای بمبارون بکنه، با یه ویروس میتونن ببرن بعد اون سیستم از درون به دلیل اشکالاتی که وجود داره مثلا بریزن به هم اون تخریب کنن و منفجر کنن. خب خیلی ساده تر هستش، یعنی مثلا همین استاکسنتی که برای شبیه استاکسنت میتونه خیلی کم هزینه و راحت تر، بعدم چون قابل اثبات نیست منشأش به جای خوده. یه مشکل دیگه این که ما نظامات و قوانین بین المللی براش نداریم. الان کسی بخواد علیه ما شکایت کنه یا ما بخوایم علیه اون رو شکایت بکنیم، باید یه ابتنای بر قوانین بین المللی مورد قبول داشته باشه که این الان وجود نداره. روسیه و امریکا به عنوان مثلا دو ابرقدرت تلاش کردن در چند سال گذشته حدود 70 واژه رو مشترک تعریف کردن، فقط هنوز به یه نظام نامه، به یه قوانین و چارچوب رسیده نشه. مثلا چه چیزی حمله حساب میشه، منشأش کجاست، کی میتونه مهاجم باشه، کی میتونه مدافع باشه و مباحثی از این دست. یه ضعف قانونی شدید دنیا وجود داره برای همه کشورها، بنابراین وقتی ضعف وجود داره خب از این ضعف استفاده میکنن خیلی اونا که قابلن. نکته دیگه اینه که ممکنه که تو حوزه های نظامی براش بخوان کار کنن هزینه هاشون خیلی زیاد بشه. در تقابل بین ما و امریکایی ها، خب ما توی یک سال گذشته دو بار اتفاق افتاد که یه دفعه هواپیمای بدون سرنشین اونا اومد توی در واقع سرزمین دریایی ما و سیستم های دفاعی ما رصد کردن، تشخیص دادن، حالا هم هشدار دادن و وقتی که به هشدار همون قدو حمله کردن و زدن. خب امریکایی ها اولش فکر نمی کردن که اینجوری باشه، نشستن معادلاتش رو بررسی کردن، حساب کتاب کردن، به این جنبندی رسیدن که هیچ گزینه نظامی برای پاسخ براشون وجود نداره و شاید این همین مدت ما این لات و علات آقای اوباما رو گوش میکردیم که همیشه میگفت all the option on the table، همه گزینه رو میز هست. این دفعه یه دقیقه مدن نگاه کردن این گزینه رو میز نیست برای اقدام، برای اینکه فکر نکنن مثلا شانسی بوده یا اتفاقی بوده. تو داستان حمله پاسخ موشکی ما به عین الاسد هم مجدد دیدیم که گزینه نظامی درش وجود نداشت. هر دو انتخابی که اتفاق افتاد آقای ترامپ هم برای گزینه اول هم برای گزینه دوم رفت به سمت استفاده دو گزینه دیگه، یک حرکت اقتصادی تداوم فشار همه جانبه، یکی اقدام سایبری. شما تو داستان قبلی روزنامه نیویورک تایمز از قول مقامات آمریکایی نوشت که ما پاسخ حمله به پهباد بدون سرنشینمون رو تو حوزه سایبری میدیم و حمله کردیم، منتها اونجا سیستم دفاعی ما کاملا مقاوم بود و پاسخ داد و در واقع حرکت اونها رو کاملا به یه شکلی کنترل کرد و نداشت که اتفاق جدی توش بیفته. این اتفاقی که افتاده یک نوع حرکت عمومیه، یعنی حرکت دیداس، یه اتفاقی که برای علیه اکثر کشورها اتفاق میفته، میتونن
مثلا تیم های تروریستی باشه، میتونن یک کشور دیگه باشن. یعنی بعد از من از حرفاتون اینجوری برداشت کردم، بعد از اون داستان گلوبال هاک آمریکا حمله سایبری داشت و ما یعنی تونستیم کنترلش کنیم. بله بله، خودشون هم مدعی بودن، گفتن که ما تو حوزه ها برشماری کردن، گفتن ما تو حوزه انرژی، تو حوزه برق، تو حوزه دریایی، کشتیرانی و دو تا حوزه دیگه گفتن ما عملیات کردیم. ما دیدیم که پیامد خاص اتفاق نیفتاد، یعنی جای آسیب ندیدیم. وقتی رفتیم کنترل کردیم و پیگیری کردیم، دیدیم که تو سیستم‌های پدافندی ما گیر کردن و در واقع به تعبیری میگم پیش گفت که جنازه سربازاشون اونجا افتاده گره سیم‌خاردارای سایبری ما و نتونستن ازش عبور بکنن. این توی بخش اولی بود که اینم حمله انجام شده ولی ناموفق. بله. خب بریم بخشای دوستانم مصاحبه کردم با یکی از فعالان فضای مجازی آقای معین، اینو بریم با هم دیگه ببینیم درباره همین حملات سایبری و بحث مقابله چرا این اتفاقات داره میفته رو با هم ببینیم، برمیگردیم با هم دیگه. مجموعه ای از دیتاها و اطلاعاتی که در حوزه فضای سایبری شکل گرفته، دوم تهدیداتی است که به صورت عیان برای این حوزه به صورت مستمر و مکرر برای ما وجود داره، و دلیل سوم هم بحث در واقع تجربیاتی است که ما در این حوزه تجربه کردیم و به دست آوردیم. بخش اولش خب میدونید الان بخش عمده ای از فعالیت ها و تعاملات اقتصادی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی و حاکمیتی کشور توی همه سطوح، اهم از افراد، مؤسسات غیر دولتی، نهادهای دولتی، حاکمیتی، توی فضای سایبر داره شکل میگیره. مجموعی از در واقع زیرساخت‌ها و سامانه‌های حیاتی و حساس کشور یا خودشون بخشی از فضای سایبر هستن و یا اساساً توسط این فضا کنترل و هدایت میشن. بخش عمده‌ای از حوزه فعالیت‌های رسانه‌ای به این فضا منتقل شده. خیلی از مبادلات پولی و مالی ما داره تو این بخش شکل میگیره. شهروندها و مردم ما بخش عمده‌ای از وقتشون رو دارن توی فضای سایبری سپری یا اطلاعات بهش اضافه میکنن یا ازش اطلاعات میگیرن یا در واقع انتقال اطلاعات رو اونجا انجام میدن. سهم درآمد حاصل از کسب و کارهای فضای مجازی خیلی مؤثر بوده رو بحث در واقع تولید ناخالص ملی و این رو افزایش چشمگیری داده. شاخصهای توسعه‌ای اساساً بسیار با فضای سایبر مرتبط شده. خب ببینید این مجموعه داده ها و این کلان داده یا بیگ دیتا هایی که شکل میگیره توی همه کشورها سرمایه اصلی اونهاست و از جمله مسائلیه که برای صیانت از اونها در واقع فرهنگ و افکار عمومی رو شکل میدن و برایش سلسله اقدامات رو انجام میدن. بخش دوم که عرض کردم تهدیداتی است که توی این حوزه صراحتا برای ما وجود داره. ببین توی لایحه 2017 آمریکایی‌ها به ارتش آمریکا تو حوزه پدافند غیر عامل ابلاغ کردن که اساسا شما 117 یگان سایبری رو برای تهاجم سایبری توی کشورهای مختلف سازماندهی کنید و این یک دستور زیرساخت‌های هسته‌ای، پولی، ارتباطات، برق و سایر زیرساخت‌های زیستی یک کشور رو بتونن تهدید بکنن و مورد تهاجم قرار بدن. یک تهدید پس بنابراین مثل بقیه تهدیدها ما باید براش فکری بکنیم و مورد توجه قرارش بدیم. بخش بعدی علاوه بر تهدید تجربیاتی که تو این حوزه وجود داره. ببینید تهاجم سایبری به هواپیمای لوفتانزا آلمان که خیلی از نخبه‌های ورزشی و رسانه‌ای اینها توش بودن، بعضی از هموطنان ما هم در واقع توی اون هواپیما حضور داشتن. توی کشور خودمون همین اختشاشاتی که توی ایام آبان ماه اتفاق افتاد، اختلال در حمل و نقل و ترافیک کشور توسط بعضی از این اپلیکیشن های مسیریاب مثل گوگل مپ و ویز و اینا با نشون دادن ترافیک های مصنوعی مسیریابی رو مختل کردن و مردم رو هدایت میکردن به سمت اون نقطه هایی که به اصطلاح نقطه ملتهب اسمش رو میگذاشتن، یا اساسا جنگ شناختی و ادراکی که تو این حوزه داره به ما تحمیل میشه، اون تروریسم سایبری که خیلی از سکوهای رسانه‌ای مدافع مردم رو و سکوهای خود مردم رو حذف کرد و از دسترس خارج کرد و در واقع یا اون ویروس معروف اکستاکس نت که به دستور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اون در واقع اتفاقی که افتاد و میتونست یه فاجعه هایی رو برای کشور ما درست بکنه، از مواردیه که تجربه ماست برای اینکه بتوان پدافند غیر عامل در حوزه سایبری رو گسترش بدیم. خب
یه بخش دوم هم داره بعدا میبینیم. نکته اشاره کردن دقیقا درسته، یعنی میان که توی همه ارکان زندگی و اقتصاد و ابعاد مختلف کشور این ضریب نفوذ اینترنت و استفاده از اینترنت بیشتر شده و دشمن داره دقیقا از همین نقطه به ما ضربه میزن. توسعه فضای سایبری در واقع دارایی‌های کشور و سرمایه کشور تغییر ماهیت داده، چون توی شیب تقریبا نرمی بوده، البته به نظر ما سرعتش زیاد بوده، ولی باشه، ولی چون تو شیب بوده درست حسش نکردیم. به عنوان مثال امروز پول ما ماهیتش دیجیتاله، در صورتی که 10 سال پیش ماهیتش کاغذ بود و سکه، الان کاملا دیجیتاله. نسبت دیجیتال به کاغذ یه چیزی حدود 90-95% دیجیتاله و 4-5% بیشتر در اون کاغذ اسکناس وجود نداره. بنابراین یه تغییر ماهیتی تو پول اتفاق شده. بنابراین تهدید پول هم عوض میشه، مخاطراتش هم عوض میشه، روش حفاظت از اون هم عوض میشه. یه پدیده‌ای به نام شبکه اجتماعی اومده، یه مثلث درست شده که یه طرفش مردمن، یه طرف سخت افزار نرم افزار شبکه است، یه طرف هم محتواست، که این ستا با هم به تعبیری پک شد توی مفهومی به نام شبکه اجتماعی. نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که مردم ما رفتن درون شبکه و در درون شبکه سازمانده شدن. حالا این شبکه اگه مال خودمون نباشه که الان نیست، یعنی مردم ما رفتن سازمانده شدن در اختیار جایی که افکار عمومی و در واقع اولویتاشون اونجا تعریف کنن و توسعه بدن و دنبال. حالا بحثش خیلی مفصله، تو همه حوزه‌ها هست برد. بحثش خیلی مفصله. همین کلان داده‌ای که آقای معین گفتن یه بحث خیلی مصوفایی داره که چطور دارن سوء استفاده میکنن و حالا نمونه‌های خارجیش هم هست، نه فقط کشور ما، تو خیلی کشورها دارن از این موضوع پول در میارن و سوء استفاده میکنن. اما میخوام بپرسم با همه این تهدیداتی که عنوان شد، ما داریم چیکار میکنیم؟ چقدر آماده ایم؟ و اینکه راهکار اصلی که بتونیم واقعا سد کنیم، مثلا همین بازدارندگی که تو بقیه حوزه‌ها داشتیم تو این حوزه ایجاد کنیم چی هستش؟ ببینید، یکی از موضوعات بسیار مهم فهم مشترک مسئولین و نخبگان کشور هست نسبت به پدیده، یعنی پدیده رو درست بشناسن. من برای خیلی از دوستان مثلا سوال میکنم که به نظر شما پول ما ماهیتش چیه؟ الان حس نمیکنه، دستگاه جیبش پولی نمیبینه، کارت میبینه اون تو، یعنی ولی اونو حسش نمیکنه به دلیل اینکه مونه. یا مثلا مدل احاطه بیگانگان بر افکار عمومی ما که میتونه تو در قالب شبکه اجتماعی اثر بذاره، یا سایر بخشی که هست در واقع یه برداشت واحد ازش وجود نداره، چون میان نخبگان ما مثلا تو شورای فضای مجازی یا بخشای دیگه که در راجی موضوع تصمیم میگیرن، هر کسی نسبت به حدی یه احساس داره و یه برخورد داره. بنابراین اینجا ممکنه که یه مداری در واقع کندی کار اتفاق بیفته، درست نتن تصمیم میگیرن. ما مطالعه میکردیم، میدیم که امریکایی‌ها تو 2019 همین تو حدودا آذر ماه ما یه سازمان جدید درست کردن، اسمش از آژانس امنیت زیرساخت‌های سایبری امریکا، CISI، یعنی برای امنیت سایبری زیرساخت‌ها که خودش بخشی از فضای سایبر هست، یه آژانس مستقل درست شده. یعنی چی؟ یعنی اگه شما پول، آب، برق، گاز، شبکه اجتماعی، صدا و سیما، ارتباطات، هر چیز دیگه‌ای که به عنوان زیرساخت حساب میشه، اینا موضوع امنیتش یه موضوع جدی‌تری از بقیه مقولات هستش اینجا. نمیشه اینا رو سهل‌اندیشی کرد راجبش و مثلا بگیم که حالا فرض کن خارجی آواحد کیفیتش بهتر از داخلی هست، ما بریم به خاطر اون آواحد کیفیت بهتر اون انتخاب کنیم. انتخاب اون سیستم خارجی یعنی تسلط اون کشور بر حوزه کشور ما. الان شما چند سال اخیر هم که میبینید این در دوره آقای ترامپ این حساسیت بیشتر هم شده که شرکت‌های خارجی سایبری تو زیرساخت امریکا حضور نداشته باشن. بله، داستان هواوی داشتیم. هواوی اینا حالا دعوا و بهانه‌های تجاری سر هم کردن، ولی تاش اینه که اینا رو از زیرساختشون می‌ریزن بیرون و اجازه ندن که اونا تو زیرساخت حضور داشته باشن. این که مسئولین ما این فهم واحد و یک نواخت رو از موضوع حفاظت و دفاع و پدافند از زیرساخت‌های حیاتی کشور در حوزه سایبری داشته باشن یه موضوع مهمه. ما توی حوادث اخیر که حالا طبق حادثه مثلا بعضی موقع قطع میشه، بعد میفهمیم که چقدر ما سایبری شدیم الان. یعنی شما امروز وقتی که مثلا اینترنت قطع میشه، احساس میکنی که در 20 تا کار جدی و مهمت علی‌القاعده اون کار انجام نمیشه. آقای جلالی، چه اتفاقی افتاده که الان من به مخاطبم میگم مثلا شبکه بومی، موتور جستجوگر بومی، هر چیزی که بومی استش میاد توی فضای مجازی، اونورش یه مساوی میذارن
که حریم خصوصی، سانسور، تحت نظر بودن، چه؟ خب ببینید، اولا یعنی که تو این فرهنگ درست نشه عملا هیچ اتفاق نمیفته. خب فهم واحد بخشیش از لایه فرهنگ بیره جلو دیگه، از آسمون که نمیاد که. بالاخره بعد زیر ساخته فرهنگی یا دستگاه فرهنگی این مفهوم جلو ببرن و دنبال کنن. ما معذرت از تو آقا رشته بودیم، آقا فهم بودن که بدافند غیر عامل اول باید مسئولین اهمیت رو احساس بکنن، یعنی اول مسئولین بعد بریم سراغ مردم و بقیه دنبال کنیم. اینجا این که این احساس به وجود میاد، احساسی است که در واقع اون کسایی که فضا در اختیارشون هست و نمیخوان دستش بدن درست میکنن دیگه. بالاخره اون کسی که اینجا الان نشسته، همه بیگ دیتا ما در اختیار اوست، همه اطلاعات، هر نوع اطلاعات مردم در قالب بیگ دیتا در اختیار اوست، به سهولت و رایگان داره ازش استفاده میکنه. توی بعضی از این ادبیات آمریکایی میگن ما اگر این شبکه رو توسعه بدیم نیاز به جاسوس نداریم دیگه، یعنی هر آن چیزی که لازم داشته باشیم میتونیم داشته باشیم اونجا. اون یه اشراف 100%ه که میتونه داشته باشیم. چرا این شکل نمیگیره؟ چرا این، یعنی الان ما خیلی از مسئولان توی عملکردشون حداقل نشوندن، اگر توی بیانشون این نباشه که میان که نه تو این حوزه خیلی به بومی سازی اعتقادی ندارم، یا میگم مثلا رقابت باشه، خارجی باشه، داخلی هم باشه، از اول ما باید فضا رقابتی کنیم، نباید برای مردم محدودیت ایجاد کنیم، حساسیت ایجاد کنیم. چرا این اتفاقا؟ چون از بالا باید این حوزه شکل بگیره، اول اونا اعتقاد داشته باشن، زیرساخت فراهم بشه و مردم اطمینان کنن. خیلی ساده است. ببینید، اولا که بیان توسط هر کسی باشه، یعنی بیان پوپولیستی یا عوام‌گرایانه است و در واقع سر مردم رو گرم کردن. چرا؟ ما میگیم خب بنزین رو تولید نکنیم، بذاریم که رقابت باشه. چرا دولت داره سوبسید میده بابت بنزین و بنزین ارزون میده؟ بذارید از بیرون بیاد. خب امریکایی تحریم میکنم از فردا بنزین نداریم مصرف کنیم. ما الان از برنج و یعنی هر چیزی که شما فرض کنید، دارو تحریم میشه. و وقتی ما رها کنیم، خودمون حمایت نکنیم از صنعت، در شرایط تحریم میتونیم با خودمون باشیم و بعد بگیم که خودمون برای خودمون داشته باشیم. تو فضای سایبری این از تحریم به از حوزه خوراکی و غذا خیلی بیشتر هستش. تسلط بر افکار عمومی، تسلط بر کل داده‌های مردم، تسلط بر اقتصاد به شدت ارزشش بیشتر از اون چیزاست، از اون مواد غذایی و چیزهای دیگه است. علی ای حال کشوری که دنبال استقلال هست، بایستی نیازمندی واجب خودش رو خودش تامین کنه و تولید کنه. این نیازمندی یه روزی نون و آب و در واقع مواد غذاییه، یه روز هم اطلاعات و دیتا و افکار میگه. خب میخوام تو راهکارها وارد شیم، اما قبلش مصاحبه آقای نوری‌خواه رو ببینیم. به صورت تلفنی دوستان گرفتن و بعد میریم توی راهکارها. ان شاءالله اگه برسه آخرش کرونا هم اشاره کنیم. در سالهای اخیر متاسفانه نگاه به گونه‌ای بوده، نگاه برخی از مسئولین، که توی شبکه‌های اجتماعی، تو موتورهای جستجو، تو زیرساخت‌های اساسی ارتباطات، مثلا رمزنگاری و موضوعاتی از این دست، ما از محصولات خارجی استفاده بکنیم و خب بعضی جاها شاید استفاده از این محصولات به روند توسعه یه مقدار سرعت بده، اما در نهایت این چالش وجود داره که وقتی ما از محصولات خارجی استفاده بکنیم که نه در طراحی، نه در پیاده سازی و نه حتی در برخی از تنظیمات به کارگیری ها متخصصین داخلی حضور نداشتن، عملاً فضا برای دشمن ایجاد میشه که بتونه از این زیرساخت‌ها استفاده بکنه. اخیراً خبری رو دیدیم که یک شرکت سوئیسی آلمانی که سالها خدمات رمزنگاری رو به دنیا میفروخته، خب این شرکت مشخص شده که به واسطه این اطلاعات رو و به نوعی روش‌های دسترسی به اطلاعات رمز شده رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار میداده و خب اونها در مطالبی که اخیراً منتشر شده ادعا کردند که از همین فرآیند و از همین اقدامات به نحوی مجرمانه استفاده کردن برای دسترسی به برخی از اطلاعات ایران و برخی از کشورها. خب اگر ما تو این زمین اعتماد بکنیم به متخصصین داخلی، قاعدتاً بسیاری از این مشکلات قابل حل هست و خب زیرساخت‌های بومی که با کیفیت باشن، به درستی طراحی شده باشن و به لحاظ صحت عملکرد مورد تایید مراکز زیرت قرار بگیرن، اینها میتونه کمک بکنه به یه جور بیمه شدن کشور. همونجوری که مقام معظم رهبری هم فرمودن، ما باید قوی بشیم برای اینکه بتونیم از جنگ جلوگیری بکنیم. حالا این جنگ چه در فضای فیزیکی باشه،
چه در فضای مجازی، تا بتونیم از زیرساخت‌های اساسی کشور حفاظت بکنیم، تا بتونیم از اطلاعات خصوصی مردم حفاظت بکنیم و اینجور کشور رو در مقابل حملات سایبری و حملات در فضای مجازی بتونیم بیمه کنیم. آقای جلالی، دوستان میگن که شبکه ملی اطلاعات راهکار اصلی مقابله با این حملات سایبری. یکی از راهکارهای اصلی هستش، بعد مجموعه راهکار دیگه هم هست. ببینید نکاتی که دوستمون اشاره کردن، چون زیر ساخت های ابزارهای سایبری ابزارهای پیشرفته ای هست و ساخته میشه و میتونه توش المان هایی وجود داشته باشه که تحت عنوان در واقع ایمپلنت یا المان ها سنسور های کاشته شده که ما ندونیم که چی هستش باشه و بعد بعدن با یه نرم افزار یا با یه دستوری مجدد فعال بشه. یعنی توی قطعه که ما داریم وارد میکنیم یه سنسوری میذارن که ما نمیدونیم چه، چون داخل اون قطعه رو نمیبینیم و بعدن ممکن از همین اون قطعه که اون سنسوری که تو اون قطعه هست بعدن. بله الان ببینید ما توی حوزه هسته‌ای یه دفعه این اشتباه اتفاق افتاد دیگه که تحت عنوان خرابکاری صنعتی داشتن بطوری میکنن که ما مثلا پمپ خلا گرفته بودیم آوردیم بعد تست هم کردیم جوابم داد، بعد از 50 ساعت کار کردن یهو ترکید، بعد پمپ بغلی چی گذاشتیم زیر ایکس رای نگاه کردیم دیدیم یه المانی اضافه توش هست، بعد بازش کردیم دیدیم یه المانی اضافه گذاشتن توش، اون یه در واقع کلیدی هستش که به صورت کیل سویچ این سیستم رو میتره کنیم ببره. این که کاملا کشف شده هست، ما یه نمایشگاه گذاشتن دوستان ما از وزارت اطلاعات تمام موارد کشف شده رو به صورت کاملا مشخص، این کاملا هست. بنابراین نمیتونیم، یه نکته هم دوستان اشاره کردن، این که شرکت های خارجی که سهامش امریکایی‌ها دارن، اسرائیلی‌ها دارن و بقیه دشمنان ما دارن، اینا توش حتما اشراف اطلاعاتی دارن و از نتایجش استفاده میکنن. محصولاتی مثل سیسکو، محصولاتی مثل شرکت‌های خارجی آمریکایی و امثال هم اینا که هستن، اینا همشون در واقع سهامداراشون کاملا معلومه، تابلو هم داره، چیزی نیست که ما هم بخوام بگیم اینا مشخصه. برای اصلا ما به اونا نمیتونیم اعتماد کنیم. اونا تو شبکه‌های ما وجود داره، همین الان حضور داره، تو خیلی از بخش‌های زیرساختی ما وجود داره و اونا رو هم باید نشست به صد بشه کامل حل کرد، نه که فقط بگیم شبکه ملی. شبکه ملی رو بریم یه بخشی حل کنیم بعد اون در واقع بخشاش بمونه. تو شبکه ملی اطلاعات هم همه، مثلا یکی از ابعاد مختلف، یعنی اصلی شبکه ملی اطلاعات همین سالم سازی و بله. امنیته. چرا واقعا این شبکه هم آخر ما نفهمیدیم؟ الان خود شورای عالی فضای مجازی مثلا وزارت ارتباطات میگه 85%، خود مثلا شورای عالی فضای مجازی مثلا گزارش میده مثلا 40% 40 خورده درصد. چرا این شبکه پا نمیگیره؟ این همه سیاست تاکید رهبری این و شما اصلا این موضوع رو پیگیری کردین؟ چون توی پدافند غیر عامل تو فضای مجازی و سایبری هم حالا اگر به قول شما بگیم یکی از مهمترین بخش هاست دیگه. بله یکی از موضوعات مهمه. ما اساسا از ابتدا یکی از الزامات در واقع پایداری شبکه رو وجود شبکه ملی اطلاعات می‌دونیم. در واقع کل شبکه ملی اطلاعات اقدام پدافند غیر عاملی بوده از ابتدا، به دلیل اینکه ما بتوانیم داده ها از این ساخت ها عمل کرد تداوم کار کرده اون حفظ بکنیم. اینجا الان ببینید تو همین حمله که شما اول سوال کردید خدمت سرویس که اتفاق بیفته، یعنی ورودی اینترنت در واقع اجازه رفت و برگشت رو نمیده. ما اگه شبکه داخلی داشته باشیم هم میتوانیم براتی دفاع کنیم در برابر این همچین حمله، در واقع حمله رو پاس بدیم به جای دیگه و هلالش کنیم به جای دیگه و از شبکه خودمون استفاده بکنیم. همین که میتوانیم اون تداوم کارکرد رو حفظ بکنیم. ما موضوع اصلی تو پدافند غیر عامل حفظ تداوم کارکردهای اساسی هستش اینجا. خب امروز که بانک و پول و خدمات و فروش و بخش زیادی رفته تو شبکه فضای سایبری، برای حفظ همین کارکردها برای ما یه بحث جدی هست که باید بهش پرداخته بشه. خوشبختانه اخیرا مقام معظم رهبری فرمانی صادر کردن به رئیس محترم جمهوری و زمان بندی گذاشتن برای اقدامات مربوط به حوزه شبکه ملی اطلاعات، تنظیم الزامات، برطرف کردن اون ابهامات و در واقع جدیده. یعنی بله که آقای رئیس جمهور هم موقع تدوین بودجه تو مجلس همینو اعلام فرمودن که همچین اتفاق افتاده. مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، بخش دفاع، سازمان پدافند نشستیم با هم دیگه، همه الزامات همه جانبه مربوط به اینو که دیگه خلل و فرجی درش وجود نداشته باشه رو در واقع تنظیم کردیم به شکلی که اینا انشاءالله تو جلسات شورای فضای مجازی تصویب بشه و زمان اجراش هم از تو آقای زمان بازه زمان یک ساله گذاشتن برای این کار که بخشای عمدهش انجام شه. البته ممکنه بعضی از اقدامات هم لازم باشه که زمانهای
جدیتر و بیشتری گذاشته بشه. آقای جلی، همین شبکه ملی اطلاعات ما ریزتر بشیم، مثلا توی اپلیکیشن یا بگیم اسم فارسیشو بگیم برنامه‌های کاربردی تکلیف کرده که آقا ما مثلا موتور جستجوگر داخلی داشته باشیم چه، ولی خب هیچ اتفاقی نمیفته. خب توی این الزاماتی که مشخص شده، قبلا وزیر ارتباطات و وزارت ارتباطات میگفتش که اینها بلا تکلیفه، منظور تکلیفی که بالا من هست میگه 80% میگه فقط ارتباطاتش، یعنی شبکه زیرساخت ارتباطاتی آره، نه زیرساخت ارتباطی فقط، مباحثی مثل موتور جستجو یا مثلا ایمیل و چی دیگه از این قبیل میگه به من نیست. ولی توی این الزامات جدید اینا هم امکانش برطرف شده، برای همه اینا تعیین تکلیف شده. ما هم امسال پیشنهاد دادیم به مجلس محترم بعد از فرمان مقام معظم رهبری که اگه امسال شما تو بودجهتون برای شبکه ملی اطلاعات بودجه نذارید، علل قاعده تحققش میشه تحقق محال. و متاسفانه در کمیسیون تلفیق مجلس هم موند پشت کار و نیومد تو لایه اصلی، که وقتی که شما برای یک مسئله بسیار مهمی شبیه این بودجه ندارید، ولی به هر دلیلی ما پیشنهادهای بودجه هم داده بودیم که از چه محلهایی میشه این کارو کرد، محلهای کاملا شدنی و قابل احصا که بتونیم در واقع مطمئن بشیم که انتهای سال یعنی الان بودجه شبکه ملی اطلاعات رو توی تلفیق حذف کردن؟ امسال توی بودجه بله توی شبکه کمیسیون تلفیق در واقع رأی نیاورده و متأسفانه پیشنهاد ما که حتی بخش زیادی از نماینده مجلس هم امضا کردن مال پیشنهاد ارائه به کمیسیون، توی کمیسیون صنایع تصویب شد ولی توی کمیسیون تلفیق متأسفانه پشت تصویب موند. خب وقتی براش بودجه ندارن طبیعتاً ممکنه که سخت بشه بیاد کرد، مگر اینکه از بودجه در اختیار رو از سایر کار جلو که بله اونم یه کارو خب سخت می‌کنه. آینی که تو مجلس هستن الان البته درگیر تبلیغات انتخاباتی ان، انشالله برگشتن بعد از انتخابات که حالا انشالله همه مردم هم میرن و نمایندگان کارآمدی رو هم انتخاب میکنن، حتما به این نکته توجه کن، انشالله اگه تو تلفیق هم رای نفته تو صحن این اتفاق بیفته و اضافه بشه، خیلی نکته مهمیه. اگر ما شبکه ملی اطلاعات نداشته باشیم الان چقدر از کسب و کارمون روی فضای مجازیه، چقدر از کاربردهای مردم وابسته شده به فضای مجازی، اگر این اتفاق بخواد بیفته از این نقطه آسیب پذیر باشیم. آقای موسوی اگر این حمله اخیر رو با یه تحلیل، هنوز تجزیه تحلیلش کامل نشده ولی با یه تحلیل منشأش آمریکایی بدونیم که بسیار محتمله، مفهومش اینه که و این در واقع قطع خدمات منجر بشه ایجاد نارضایتی در مردم و مردم ناراضی کنه به هم بزنه، طبیعتاً ممکنه هر لحظه اتفاق بیفته، یعنی اونجا اراده کنن یه دونه حمله دیداس بکنن بخشی از خدمات کار ما بیفته زمین، بعد مردم میخوان برن بانک میرن کارشون انجام نمیده، میخوان برن خدمات دیگه انجام بدن کارشون انجام میشه. باید من به تعبیری میگم که اگه بخوام بیام دلی بعد میرم نگاه کنم، میگم امریکایی‌ها با این حمله امکان سنجی حمله را کردن و این امکان سنجیشو تا یه اندازه‌ای برای خودشون موفق می‌دونن، هرچند ما تونستیم حملات بزرگتری از این دست بکنیم. بله هرچند ما تونستیم یه اندازه زیادی اونو کنترل کنیم و در واقع پیامداشو به حداقل برسونیم با اقدامات خوبی که بچه‌ها شرکت زیرساخت انجام دادن، ولی امکان پذیر هست. بنابراین ما تو اگه برای شبکه ملی اطلاعات فکر اساسی و جدی نکنیم، بعد توسعه بر مبنای این همه ما می‌خوام شغل درست کنیم بر مبنای توسعه فضای سایبری و خدمات اون مشاغل از این دست و سایر برنامه‌هایی که استارتاپ ها و بخش دیگه پیش بینی کردن، در واقع با اتکا به یک فضای کاملا ناپایدار خیلی ممکن نخواهد بود. خیلی خوب، بریم بخش دوم مسابقه آقای معین رو ببینیم، برگردیم درباره راهکارها و اون بحث کرونا صحبت کنیم. توی این حوزه قطع به یقین ما در آینده هم با یه فناوری‌های نوینی مثل اینترنت اشیا و اینترنت انسان مواجه میشیم. ببینید دشمن خیلی راحت میتونه با اینترنتی که مثلا به یخچال‌های خونگی مردم دسترسی داره و یک برآورد تغذیه‌ای خیلی ساده بکنه و بعد از اون یک اتفاق بزرگی رو در حوزه بیوتروریسم یا هرچی یا تحریم‌ها یا اتفاقات مختلف رقم بزنه، یا اون بیگ دیتایی که جمع‌آوری میکنه چه استفاده‌هایی که میتونه براش داشته باشه. همین اخیراً هم تو بحث اپلیکیشن‌های ایرانی، اون استارتاپ‌هایی که از تلفن‌های همراه اپل حذف شد و چه ضرری رو زد و اگر این اتفاق در سطح وسیع‌تر بیفته چطور میتونه بخش زیادی از در واقع جوان‌های ایرانی که تو حوزه کسب و کار مشغول هستن یا مردم که از تاکسی‌های اینترنتی استفاده می‌کنن، فروشگاه‌های آنلاین استفاده می‌کنن رو چقدر با مخاطره و
خطر رو چی کار باید بکنیم؟ ببین، مسئولسازی و استحکام بخشی و امنسازی زیرساخت‌های حیاتی و حساس مهم کشور توی حوزه سایبر حتما باید در دستور کار باشه و باید از متخصصان داخلی، دانش بومی در حوزه در واقع تولید محصولات بومی، به کارگیری دستورالعمل‌های پدافند سایبری که من میدونم سازمان پدافند غیرعامل خیلی خوب داره توی حوزه تلاش میکنه و دنبال کافی نیست، یعنی واقعا باید از همه دانش متخصصان بومی استفاده بشه و یک در واقع زنجیره ای از رصد، پایش، تشخیص، کنترل و مراقبت و هشدار توی حوزه تهدیدات سایبری شکل بگیره و اشراف اطلاعاتی ما رو در برابر تهدیدات سایبری به اندازه کافی بر شبکه ملی اطلاعات، یعنی در واقع موضوعی که من تقریبا توی هر برنامه‌ای که صحبت میکنم و یا توی هر مناظره و گفتگویی که با دوستان متولی این حوزه بحث میکنم این است که حاکمیت سایبری کشور ما در اختیار بیگان است در همه لایه‌ها و در همه حوزه، هم در حوزه زیرساخت، هم در حوزه زیرساخت‌های ما، هیچ کدوم از زیرساخت‌های ما تولید داخل نیستن. در حوزه سرویس ها نه تنها سیستم عامل بومی ما نداریم، در چه برای کامپیوترها چه برای موبایل ها، بلکه در حوزه در واقع سرویس های رایج و عمومی مثل اپلیکیشن ها و پیام رسان ها هیچ کدوم از اینا بومی نیست. در حوزه تولید محتوا هم ما به قول معروف ضعف عمده‌ای در حوزه بومی سازی داریم. پس بنابراین مجموعه پروژه های اقماری شبکه ملی اطلاعات باید برای رسیدن به پدافند غیر عامل سازماندهی بشه، ظرفیت های حاکمیتی باید براش بسیج بشه برای تولید محصولات زیربنایی سایبری در کشور و بریم به سمتی که بتوانیم پدافند غیر عامل رو عملی بکنیم، در غیر صورت بسیار ضرر خواهیم. امیدوارم اون کسایی که با هر انگیزه ای، حالا بگیم انگیزه سیاسی یا غیر سیاسی، دارن این بومی سازی رو مترادف با کلمات دیگه قرار میدن که مردم احساس میکنن که نه، این بومی سازی به معنی محدودیت سازیه، متوجه این ضرری که آخرش آقای معین گفتن هم بشه. یه وقت یه ضرری دچار مملکت میشه آقای جلالی که دیگه جبرانش به این سادگی ها نیست. من یه سوال کوتاه از شما بپرسم، بعد درباره کرونا هم چون میدونم پدافند غیر عامل کار کرده یه سوال دارم. این که الان ما تو آبان ما یه اتفاقی که افتاد، وقتی اینترنت قطع شد تازه فهمیدیم که خیلی از این اپلیکیشن ها و خیلی از این به هر حال نظاماتی که تو فضای مجازی داریم بر بستر شبکه ملی اطلاعات نبودن، حالا یا خارج از کشور تعریف شده بودن یا اتفاقات دیگه افتاد. میخوام ببینم که دستورالعملی یا الزامی داریم اون چیزایی که مردم به صورت عمومی دارن ازش استفاده میکنن بیا تو داخل و بعد از آبان ماه محکم‌تر پیگیری شده باشه. عرض کنم که ما از سال گذشته شروع کردیم اینا رو در قالب آزمون‌های تخصصی فنی، در قالب رزمایش‌های فنی سایبری دنبال کردم و شاید قریب به 130 تا رزمایش انجام بدیم. در واقع مثلا تو حوزه بانک مرکزی دو بار، تو بقیه حوزه‌ها بانک‌های مختلف، بخش حوزه انرژی، برق، آب، گاز، هسته‌ای، همه رو کنترل کردیم. خب یه جایی اشکالات داشتیم، اشکالات رو درآوردیم بیرون و بعد تحلیل کردیم، جنبندی کردیم. اونایی که دستگاه باید برطرف کنه بشه ابلاغ کردیم، اونایی که باید می‌رفتیم یه لایه بالاتر خودمون حل می‌کردیم، یعنی واسه رفتیم تو وزارت ارتباطات، شرکت زیرساخت، بخش دیگه حل کنیم، اونا هم دسته‌بندی کردیم، رفتیم شروع کردیم انجام دادن، یه بخش عمده‌ایش برطرف شده، حتی معلوم شد که کجاها و چه کجای وابسته هستیم. البته بعضیش برطرف کردن چه درز زمان بره، یعنی به مثلا مثلا موتور جستجوی شما اشاره کردی امروز فردا جواب نمیده، ولی بالاخره در اومد که ما کجا به چه شکلی آسیب پذیر هستیم که دنبال بشه. و اونا هم خود مرکز ملی مساوات جدی داره توی زمینه، آقای رئیس جمهور یک دو مرتبه دستورات خیلی اکیدی دادن رو همین زمینه که در واقع محصولات خارجی رو زیر ساخت حیاتی نباشه و محصولات ایرانی باشه و بومی باشه، اینا کاملا دنبال شده. ولی شابیت اینا برمیگرده به این که ما شبکه ملی اطلاعاتمون یه جوری زیر ساخت بسازیم و بسازیمش ببریم بالا که دیگه فردا هر حادثه‌ای بتونیم پاسخ باشیم. ببینید، تهدید و الزام سه سطحه تو همه حوزه‌ها، یه سطح ایمنی، یه سطح امنیت، یه سطح دفاع که در واقع سیفتی، سکیوریتی و دیفنس بهش میگن، خارجی ها میگن، ما هم که همین سلاح خودمون میگیم اینجا. وقتی میگیم ایمنی یعنی تهدید امنیتی و تهدید دفاعی روش صفر فرض کردیم،
و وقتی میگیم امنیت یعنی مبنا فقط تهدید امنیتیه، تو سطح سوم میشه دفاع. الان که ما داریم شبکه ملی اطلاعات رو در واقع به تعبیری داریم تعمیر میکنیم، اون بخشای ابهامات و اشکالات و الزاماتش داریم تنظیم میکنیم، دوباره نباید بیافتیم تو اشتباهات دفعه قبل که آقا ما فقط ما همه ملاحظات ایمنی دیدیم. خب ملاحظات ایمنی به درد شبکه ملی برای در تهدید نمیخوره. ملاحظات امنیت فقط میتونه حوزه امنیت رو پاسخ بده. اگه قرار باشه یک حمله با مقیاس حمله کاملا سایبری اتفاق بیفته، این باید حتما سطح دفاع اونجا پیش بینی بشه و دنبال بشه. خب حالا به دلیل اینکه ممکنه که خیلی از دوستان مثلا مباحث مربوط به پدافند و دفاع رو ندونن، اطلاع نداشته باشن، روش ابهام داشته باشن، ولی همه کشورها هست. من اشاره کردم که آمریکایی‌ها برای همین سازمان مجهز درست کردن تو 2019 برای اینکه امنیت و دفاع رو در زیر ساخت‌های سایبری کاملا ارتقا بدن و منسجم. خیلی ممنون. کرونا تلفاتش تو این چند روزه چند برابر شده، دو برابر فکر کنم، خدا رو شکر در کشورمون موردی همچنان مشاهده نشده. من یه اطلاعی هم دیدم شما وضعیت سفید اعلام کرده بودید، آخرین وضعیت کرونا هم بفرمایید طولش 3 دقیقه. خب از زمان شروع در واقع توسعه اپیدمی کرونا، ما جلسه قرارگاه پدافند زیستی کشور رو که مصوب بود رو مجدد فعال کردیم، دعوت کردیم همه عناصر زیر ربط وزارت بهداشت و وزارت کشاورزی، نیرو انتظامی، سپاه و بخش‌های حوزه ژنتیک آزمایشگاهی و هر بخشی که توی این موضوع نزدیک 22 رده رو دعوت کردیم و دنبال کردیم. خب تقریبا از همه آزمایشگاه‌ها که مرکز تشخیصی بود نتایج رو گرفتیم، حتی همه این شایعاتی که دوستان هم مطرح میکردن رو کنترل کردیم. جنبندی بود این بود که هیچ کدوم از مراکز تشخیصی و آزمایشگاهی ما هیچ مورد اثبات شده ای مبنی بر ورود کرونا ما نداشتیم. به خاطر همین هم که تبلیغات جهانی ممکن بود آسیب به لحاظ روانی رو ذهن مردم بزنه، در واقع اعلام کردیم وضعیت ما وضعیت سفیده. ما تو وضعیت سفید ما سه اقدام داریم که تو وضعیت سفیده، یکی پیشبینی، یکی پیشگیری، یکی پیشکنشگری. این ستا رو در وضعیت سفید انجام میدیم. پیش بینی یعنی تمرکز همه سامانه‌های رصد و پایش تشخیصی که اگر اتفاقی افتاد بتونیم سریع بفهمیم و متوجه بشیم. پیشگیری اقداماتی که باید انجام بدیم در حوزه نیروی انسانی، در حوزه تجهیزات، در حوزه زیرساخت آماده کنیم خودمون، اونجا طرح‌ها و برنامه‌هامون رو تمرین کنیم و تجهیز کنیم، دنبال کنیم، هماهنگی‌های بین بخشیمون انجام بدیم. مثلا رفتیم فرودگاه امام خمینی، دیدیم که در واقع دستگاه ترمو اسکنر نیست اونجا، از بخش دفاع شرکت سایران اینا رو ساخته بود، آماده کرده بود، هماهنگ کردیم، گذاشته شد اونجا. الان هم تکلیف شده که برای همه فرودگاه بین‌المللی داشته باشن که به صورت طیف وسیع که مسافرین دارن میان بتونه همه رو در واقع اسکن کنه، حداقل تب رو بتونه اونجا کنترل بکنه. ببینید حوزه پدافند سیستی سه مؤلفه اساسی داره. یه بخشیش حوزه بهداشت درمانیه که متاسفانه ما کیت تشخیصی تو دنیا نداریم. اخیراً تعداد محدودی ساخته شده، در اختیار گرفته که سیستم بهداشتی ما هم در اختیار گرفته. واکسن نداره الان، دارو درمان هم براش وجود نداره. بنابراین مجموعه اقدامات بهداشتی درمانی برمیگرده به حوزه پیشگیری که پیشگیری، توسعه، بهداشت و مراقبت. بخش دوم بخش امنیته که کنترل در واقع امنیت سیستم هایی که میتونن سلامت مردم، غذای مردم رو تامین کنن داشته باشن. بخش سومش که از همه مهمتره، متاسفانه غافل مونده، بخش رسانه است. یعنی این سه تا مؤلفه، رسانه، بهداشت درمان و امنیت، سه تا مؤلفه پدافند زیستی هستن. ما تو رسانه ببینید باید آرامش بخشی کنیم به مردم، باید آموزش بدیم. مردم هر کی دو تا سلفکت فکر نکنه که کرونا گرفته بعد بریزه بیرون. من فیلمای دیدم توی چین که یه حمله دیداس انسانی شده تو بیمارستانا، یعنی بیمارستانه چین نگاه میکردی شبیه متروی ما نماز بود زمانی که آقا به نماز، یعنی اینقدر پر میشه وقتی دروازه بسته میشه که نه بقای میشه نه سوا میشه، یعنی اینقدر حجم مردم. خب این نشون دهنده اینه که آموزش پایینه، اطلاع رسانی پایینه. مردم اگر سالم هم برن توی همچین بیمارستانی مریض برمیگردن میان بیرون. بنابراین بخش مربوطه به رسانه یه خلای جدی هست که باید آموزش بده، بعد تو روش انتقال برای مردم توصیه بده، ابهام و ریسک رو برطرف بکنه. مردم وقتی اطلاع داشته باشن آرامش پیدا میکنن، بدونن که خبره. الان هر چی که مرکز ما میگن که آقا ما موردی کش نکردیم، توی شبکه اجتماعی میگن که نه کش کردن، میخوان نگن. حالا بعضیش میگن میخوان بعد از 22 ما میگن خب حالا 22 هم که تموم شد. در واقع نشون میده که این کاستی در حوزه رسانه است. ان شاءالله همکارا از داری
یه تلاش جدی بکنن و اینو انشاءالله توسعه. خیلی ممنون. من فقط جمع‌بندی بکنم که ما باید در بحث فضای مجازی توان بازدارندگی داشته باشیم. این توان بازدارندگی هم ایجاد نمیشه مگر اینکه شبکه ملی اطلاعات رو بتونیم کامل راه اندازی کنیم. شبکه ملی اطلاعات هم راه اندازی نمیشه. اولین نکتهش مگر اینکه همه به همین مسئولان، مردم، همه به این فهم مشترک برسیم که بومیسازی و استفاده از شبکه ملی اطلاعات مساوی با محدودیت نیست. اگر به این فهم برسیم بعداً دیگه تو کمیسیون تلفیق بحث بودجه پیش نمیاد. همه پشت همدیگه قرار میگیریم که توی حوزه فضای مجازی هم مقابل کسایی که میخوان عزت ایران رو خدشه‌دار کنن بتونیم مقاوم بایستیم و مردم هم همچنان از این فضا به خوبی استفاده کنن. شب بخیر، خدا نگهدار.